آقا بازی های شبیه ساز واقعا میتونن خیلی جذاب باشن. Are you sure about that? طوریه که مثلا مطمئنم همه شما دوست دارین که جای زنبور باشید یا همیشه مثلا دلتون میخواسته که ماشین سنگین برونید و اینجور داستانا. نه رویاتون بوده مگه نه؟ No. توی این ویدیو میخوایم بهتون داغون ترین بازی های شبیه ساز رو معرفی کنیم. شاید برای شما خیلی خفن و لجند و اینا باشه ولی خب fuck off. شبیه ساز زنبور. حالا دلتون خواسته یه زنبور باشین، احتمالاً تو همون نگاه اول با خودتون میگین جای زنبور زندگی کردن میتونه جذاب باشه، ولی من بگم نخیر. این بازی شاید ظاهر جذابی داشته باشه، اما وقتی وارد بازی میشین و یکم بازی میکنین دلتون میخواد همین چرخون بگونم وایسا دلتون میخواد خیلی محترمانه بازی رو به سازنده پس بدین. تو این بازی حقیقتاً هیچ گویی نمیتونید بخورید، فقط یه زنبورید که پرواز میکنه و همینجور برای خودش میچرخه و من هر جور فکر میکنم واقعاً 22 دلار که میشه معادل تقریباً 550,000 تومان برای این بازی نمیارزه و بلا نسبت شما خیلی بازی مسخره ایه. آره بریم بعدی. اوه سر، The Insult Simulator. واقعا دلیل ساخته شدن این یکی رو نمیدونم. تخمه، یعنی حتی اگه بخوام اسمشو به فارسی بگم میشه شبیه ساز فوش دادن. ولی خب دلیل اینکه توی لیست قرار داره اینه که هوش مصنوعی بازی واقعا ریده، یعنی یهو میاد مثلا چه میدونم گوزو به شقیقه رب میده بعد یه فوش میسازه، کلا بازی سمیه. جان در بدن حالا در هر گوز من از ساوند تو بهتره مادر. تخمه، من اینقدر عمر خواهم کرد که تو مادر. گرافیک دو بعدی هم داره و کلا به صورت دیالوگ تور پیش میره و شاید برای بعضی‌ها جذاب باشه، من نمیدونم، شاید برای بعضی دوستان عزیزمون که چه می‌دونم عقده داره یا جور چیزا چیز باشه. آره نمیشه گفت قیمتش هم خوبه، اصلا چرا باید این بازیو بخری آخه؟ ولی خب از اون قبلی بهتره حداقل. نه شبیه ساز کشاورزی، فارمینگ سیمولیتور. من نمیدونم چرا یه نفر باید بخواد کشاورزی رو تو قالب یه بازی تجربه کنه، با وجود اینکه بیشتر مردم حال نمی کنن باهاش، بیشترین بازی های شبیه ساز توی همین ژانر ساخته میشه. This is my kingdom come. یعنی شما فکر کن صبح از خواب بیدار میشی و میگی خب الان من چیکار کنم، چی بازی کنم؟ آهان، چی بهتر از یه شبیه ساز کشاورزی؟ البته بگم دلیل اینکه این بازی توی این لیسته یه بخشش به خاطر همین فعل کشاورزیه، بخش دیگهش مربوط میشه به کیفیت عالی بازی، یعنی در حدی که این بازی سال 2015 ساخته شده ولی کیفیت از GTA San Andreas هم بهتره. ولی اینکه روی گوشی موبایل هم همچین مسخره‌ای وجود داشته باشه وحشتناکه. No, your fucking place, trash. سازنده‌ای که وقتش رو میذاشت میرفت کشاورزی های واقعی رو رونق میداد سنگین تر بود به خدا. یه پیشنهاد خوب، نه من پیشنهاد خوب ندارم، اسماعیل خرزور براتون یه پیشنهاد خوب داره. با دوری کردن از این بازی از وقت خود استفاده کنید و برید یه کشاورز واقعی بشید. میشین تو بکنید تو کونه. شبیه ساز ساعت، تو حالا دوست داشتین که یه ساعت باشین؟ آخه ساعت Bruh. من یه دونه را اصلا درک نمی کنم. خب بهنم میجوری که تو توضیحات استی به این بازی گفته شده شما باید توی هر ثانیه یه کلیک کنید و انقدر این بازی ادامه بدید تا ببارید. حالا بازی حالت آرکیتور داره ولی خب این چه سمبی واقعا؟ این بازی فقط خر ساخته شده که وقت داده و بگیره، هیچ خاصیت دیگه ایم نداره. شاید ممکن این بازی یه چوسه برای شما جذاب باشه ولی خب بعد نیم ساعت کلا گیم پلی بازی تکراری میشه و دیگه اصلا سکه هیچی، شما هم سمتش نمیری. یعنی چی سکه؟ چه بسته طرف زدن با بیننده است؟ گوز من، این بازی گرافیکش خیلی ساده است ولی خب نمیشه گفت این گرافیکش ساده است بده، ولی خب خیلی ساده است، یه جورای آرامش بخشه ولی گیم پلیش تکراریه. خیلی بازیای آرکید هستن که گرافیکش ساده ولی واقعا بازیای خوبیه، هر چی هم بازی میکنی خسته نمیشی، ولی این جزء اونا نیست، خیلی بازی مزخرفیه، کلا بچیونسی چرت و پرته. من واقعا نمیدونم این بازی چه هدفی داشته، سازنده چه هدفی داشته، چرا اینو گذاشته، بعد اونایی خریدن چه هدفی داشتن. بطوشه برو باشه تو کل بازی اینه که باید یک کلیک کنی. آخو که چی میخوای پولتون رو برزی دور بدیم به من؟ من بدبختم، من نیاز دارم. یعنی چی آقا؟ شیپ سیمولیتر اکستریمز. عرض شد خدمت شما که این بازی شبیه نفت کشه، یعنی جذابیت از این بازی میباره، یعنی برای خب فکر کنم اینکه توی این لیست قرار گرفته به خاطر یه چیز دیگه شه. حالا میگم بهتون، منتقدا که از فیزیک آب و دریاش به صورت کلی لذت بردن
ولی خب چیزی که گند زد تو همه اینا گرافیک نصف نیمشه، یعنی گرافیکش ناقصه، حتی ناقص‌تر از سایبرپانک. آره جدا از گرافیک نصف نیمه اش، جلوه های صوتیش واقعا ضعیف. چیه اینا میزازن؟ خب یه چیز دیگه هم بگم که کلن این بازی رو با خاک یکسان کرده باشیم، اونم اینه که وقتی تو سال 2010 منتشر شد خیلی آروم و بی سر صدا اومد و توی بازار هم فراموش شد. خب وقتی آروم و بی سر صدا میای فراموش هم میشی طبیعتا. الان شما چه بازی میبینی که آروم و بی سر صدا نیومده و فراموش شده؟ یعنی خیلی بازی معروفی نشد و فعل اهمیت دادن رو براش نخوندن کلا، و اینکه کلا اونقدر که باید جذابم نیستش ناموسن. خب گیم پلی رو ببین نامودی چی آخه؟ شبیه سازی اتوبوس. خب تو نگاه اول این بازی به خاطر ماموریت‌های ریتمی و آرومش میتونه آرامش بخش باشه، ولی خب گرافیکی و فیزیکی بازی میرینت به کل این پروسی، و خب قیمتش هم اصلا مناسب این کیفیتی که داره نیست. حالا این برخلافی ساعتی حداقل تکراری نیست، ولی خب هر چیزی یه نکته منفی داره و کسی برنده میشه که این نکات رو به حداقل برسونه. تیتی گفتم آجی. ببینین این بازی نکات منفیش زیاده است، افکتاش، جلوه‌های صوتیش و چیزایی مثل این خیلی انتظارش کار نشده است و از لولی بازی کم کرده است. شبیه ساز مکانیک ماشین. این یکی واقعا گرافیکش اوکیه و گیم پلیش هم خوب و اوکیه، چون مردم واقعا مکانیکی رو دوست دارن، ولی چیزی که خرابش میکنه اینه که گیم پلی سختی داره و باید واقعا وارد باشی تا بتونی انجامش بدی. یعنی اوسا و هر کسی بیاری بالای این گیم نمیتونه این بازی رو تموم کنه. فکر کن با کلی شوق رفتی بازی رو خریدی که مثلا پلی بده اونجور داستان رو، بعد کلمات میبینی که حتی نمیتونی بخونیشون. واقعا گریت نمیگیره اون لحظه، برای همینم توی این لیست قرار گرفته خلاصه، چون بازی سخت. شبیه سازی کشاورزی حرفه‌ای یا پروفشنال فارمر 2017. خوب ببینید بچه های خوب، این بدترین بازیه که این خراب کردم باشه؟ به درک. خوب ببینید بچه های خوب، این بدترین بازی شبیه سازه، یعنی از این بدتر دیگه نداریم. ما شبیه ساز کشاورزی کم داشتیم، حالا شبیه ساز کشاورزی حرفه‌ای هم اومد. ببین اصلا یه دقیقه تو رو خدا اینه نگاه کن، از نظر کیفیت، فیزیک بازی، ساوند افکت های بازی، اصلا کلای بازی بد نیست. این بازی ریده، میبینی یا نه؟ نه تو اینه نمیبینی، تو فقط نگاه میکنی حالت به هم میخوره. اصلا این بازی چرا ساخته شده؟ این نباید ساخته میشد. من به سازنده بازی پیشنهاد میکنم به جای اینکه بشینی چرت و پرت رو درست کنی، برو واقعا کشاورزی یاد بگیر، حداقل یه پولی در بیاری. و به شما بیننده عزیزی هم که داری این ویدیو رو ببینی یه درخواست دارم، شما هر کاری میکنی بکن، این پولت خرج بازی نکن، میتونی بریزی دور، پولت به دست این ندی. واقعا آقا این چه اصلا، این بازی وقتی تو ایکس باکس کلن ظاهر و ابهت ایکس باکس چسبونده به کف، خب چیه گذاشتی تو؟ والا گدک بخرد من نمیتونم حرف بزنم. خب ویدیو تموم شد. واقعا امیدوارم که مغزتون تونسته باشه هندل کنه این حجم از سم و چرت و پرت هایی که بهتون معرفی کردیم. البته بازی چرت و پرت تا دلت بخواد زیاده، ولی ما 5 تا بدتریناشو معرفی کردیم. اگه دوست داشتین بازم از این چرت و پرت ها معرفی کنیم حتما بگین. و مطلب دیگه ای نیست. آها زر زدم یه مطلب هست، این بازی آخریه بود، کشاورزی پروفشنال شبیه ساز حرفه‌ای، اون داخل ایکس باکس 20 یوروه. 20 یورو برای اون. نه ببین توجه کنید، 20 یورو برای اون، یعنی 600 هزار تومن ما. من واقعا درک نمی کنم، میرم اسکرت بیاد یه فکت بگه، این فکت تلخی که من الان گفتم یادتون بره. خدا نگهدار.